نامه پولس رسول به کلیسای شهر کلوسیه. فصل اول. از طرف پولس که به خواست خدا رسول مسیح عیسی است و از طرف برادر ما تیموتائوس به برادران مقدس و وفادار در شهر کلوسیه که با مسیح متحدند. پدر ما خدا فیض و آرامش به شما عطا فرماید. هر وقت که برای شما دعا می کنیم، پدر خداوند ما عیسی مسیح را سپاس می گوییم. زیرا ما از ایمان شما به مسیح عیسی و محبت شما به همه مقدسین آگاه هستیم. امید شما به آنچه در عالم بالا در انتظار شماست باعث این ایمان و محبت است. وقتی پیام حقیقی یعنی انجیل برای اولین بار به شما رسید، از این امید با خبر شدید. و این انجیل همونطوری که به شما رسید، به تمام جهان نیز رسیده است. و به همان نحوی که در جهان ثمر آورده رشد نمو می کند، در میان شما نیز از همان روزی که از فیض خدا با خبر شدید و در حقیقت آن را درک کردید، عمل کرده است. شما انجیل را از اپفراس عزیز که همچون ما غلام و به خاطر ما خادم وفادار مسیح است آموختید و او نیز ما را از محبتی که روح القدس به شما بخشیده مطلع ساخته است. به این جهت از همان روزی که این را شنیدیم ما همیشه برای شما دعا می کنیم و از خدا می خواهیم که شما به وسیله بینش و فهم روحانی اراده او را کاملا درک کنید تا بتوانید طوری که شایسته خداوند است زندگی کنید و کاملا او را خوشنود سازید و در تمام کارهای نیک زندگی پرثمری داشته باشید و در معرفت خدا رشد و نمو کنید و دعا می کنم که خدا بر حسب قدرت پرشکوهش و با تمام نیروی خود شما را تقویت کند تا با شادی و صبر هر چیز را تحمل کنید. پیوسته خدای پدر را شکر کنید که شما را لایق آن گردانیده است تا در سرنوشتی که در عالم نورانی در انتظار مقدسین است سهمی داشته باشید. و او ما را از چنگ نیرومند ظلمت رهانید و به پادشاهی پسر عزیزش منتقل ساخته است. خدا به وسیله او ما را آزاد ساخته و گناهانمان را آمرزیده است. مسیح صورت و مظهر خدای نادیده است و از همه مخلوقات برتر است، زیرا به وسیله او هر آنچه در آسمان و زمین است، دیدنی ها و نادیدنی ها، تخت ها، پادشاهان، حکمرانان و اولیای امور آفریده شدند. آری تمام موجودات به وسیله او و برای او آفریده شدند. او قبل از همه چیز وجود داشت و همه چیز به وسیله او به هم می پیوندند و مربوط می شود. او سر و منشأ بدن یعنی کلیساست و نخستین کسی است که پس از مرگ زنده گردید تا تنها او در همه چیز مقام اول را داشته باشد. زیرا اراده خدا بر این تعلق گرفت که او دارای الوهیت کامل باشد. و به وسیله مسیح جدایی بین خدا و تمام موجودات به اتحاد تبدیل شده و به وسیله ریختن خون مسیح بر روی صلیب صلح و دوستی بین خدا و هر آنچه در آسمان و زمین است برقرار گردید. شما زمانی از خدا دور بودید و با اعمال و افکار شریرانه خود با او دشمنی داشتید، اما اکنون او به وسیله مرگ جسمانی مسیح شما را با خود متحد ساخته است تا شما را پاک، بی عیب و بی آلایش به حضور خود بیاورد. البته به شرط اینکه ایمان خود را از دست ندهید و محکم و استوار بمانید و آن امیدی را که در وقت شنیدن انجیل به دست آوردید ترک نکنید. این همان انجیلی است که در سرتاسر جهان اعلام گردیده و من پولس خادمان هستم. اکنون از آن رنج و زحمتی که به خاطر شما می‌بینم خوشحالم، زیرا به وسیله رنج‌های جسمانی خود آنچرا که از رنج‌های مسیح
برای بدن او یعنی کلیسایش باقی مانده است تکمیل می کنم. من طبق مأموریتی که خدا برای خیریت شما به من عطا فرمود خادم کلیسا هستم تا پیام خدا را کاملا اعلام نمایم، یعنی آن حقیقت اسرارآمیز که طی اعصار و قرون مخفی مانده بود اما اکنون برای مقدسین آشکار شده است. خدا صلاح دانست که سر پرجلال و بیقیاس خود را در میان ملل غیر یهود فاش سازد و آن سر این است که مسیح در شما ساکن می باشد و این حقیقت مایه امید شما به سهیم شدن در جلال خداست. ما مسیح را به همه می شناسانیم و با تمام دانشی که داریم همه را آگاه می سازیم و تعلیم می دهیم تا آنها را به صورت افرادی بالغ در مسیح به خدا تقدیم نماییم. برای انجام این کار من زحمت می کشم و تقلا می کنم و از قدرت عظیمی که مسیح به من می دهد و در من کار می کند استفاده می نمایم.